تو ویدیوهای قبلی توضیحاتی در مورد شناخت انواع ورق‌ها، نحوه محاسبه متراژ کابینت و محاسبه قیمت حدودی کابینت ها دادیم. پیشنهاد میدیم ویدیوها رو ببینید تا دید دقیق تری در مورد ویدیو فعلی داشته باشید. ساخت کابینت و کمد دیواری کار کاملا سفارشیه. تو این کار کاملا سفارشی رنج وسیعی از مواد اولیه دخیل هستش و اینکه شما از کدوم مواد اولیه با چه کیفیتی استفاده کنین قیمت کار شما رو تعیین میکنه. مورد اولی که میخوایم به شما توضیح بدیم ورق بدنه های کابینت ها هستش که خب ما میتونیم روی این کابینت ها به شما بگیم، ولی معمولا پیمانکارا از ورق سفید صابونی برای کار استفاده میکنن که این ورق هستش. خود این ورق طی توضیحاتی که ما در ویدیو مربوط به ورق ها دادیم کیفیت روکش های متفاوت و مغزی های متفاوتی داره که در نتیجه قیمت کار شما رو تعیین میکنه. اما به جای استفاده از ورق‌های سفید رنگ میشه از ورق‌های رنگی هم برای بدنه استفاده کرد که کیفیت کار بسیار بالا میبره. به عنوان مثال در مورد این کار ما میخوایم ورق‌ها رو ببینیم و کیفیت بدنه اون رو ببینیم، از ورق رنگی استفاده شده. خب ورق گرونتری هستش و کیفیت کار رو بالاتر میبره و عمر بیشتری داره که همین باعث میشه که قیمت کابینت ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کنه. مورد دیگه استفاده از ورق MDF 16 میل به جای ورق 3 میلیمتر هستش برای مواردی مثل کف کشوها که باعث میشه کشوها تحمل وزن بیشتری داشته باشه و پشت یونیت ها که باعث میشه در دراز مدت ساختار سازه یونیت ها حفظ بشه. یه مورد خیلی مهمی که تاثیرگذاره در قیمت کابینت ها و کمد های دیواری یراقالات اونها هستش. یراقالاتی از قبیل جک ها، دستگیره ها، لوله ها، ریل ها، پاخورها و پایه ها. این یراقالات ها رنج وسیع از تنوع و کیفیت رو دارن. به عنوان مثال ما برند های خارجی داریم که قیمت خیلی بالایی دارن و اگر اینها کارشن بین 20 تا 30 سال عمر مفید دارن و البته قیمت بالایی هم دارند. یه مورد خیلی مهم و تاثیرگذار در قیمت و کیفیت کابینت صفحه روی کابینت ها هستش. این صفحه از انواع معمولی که از جنس MDF هست شروع میشه، مثل MDF دوبل 32 میلیمتر یا 48 میلیمتر که سه لایه هستش و میره به صفحه لوکستر مثل سنگ طبیعی، صفحات کورین، صفحات کوارتز که اینا قیمت خیلی بالاتری داره و صفحه‌ای مثل صفحات کورین و کوارتز آنتی باکتریال هستش که صفحات تخصصی آشپزی محسوب میشن اما قیمت بالایی داره. مورد بعدی که در تفاوت قیمت کابینت ها و کمد های دیواری تاثیر داره جنس و طرح نمای کابینت ها و کمد ها هستش. نمای شما میتونه در طرح مدرن و خیلی ساده از یه ورق رنگی شروع بشه تا کم کم افزایش پیدا کنه برسه به نماهای ممبران پولیشی یا رنگ پولیورتان و حتی کارهای چوبی، نماهای چوبی که حتی میتونه بدنه اونها هم از جنس چوب باشه که خب قیمت خیلی بالایی پیدا میکنن این کارها. یه توضیح تکمیلی هم بهتون بدم، در برخی موارد دیده شده که یونیت زیر سینگ از جنس MDF تولید شده که این MDF برای جایی که در معرض رطوبت مناسب نیست این جنس آسیب میبینه به محض اینکه با رطوبت برخورد کنه و به این میره و شما مجبور به تعویض یونیت سینگ خواهید بود. توصیه میکنم همیشه برای یونیت زیر سینک و یونیت هایی که با رطوبت و آب در تماس یا خطر این وجود داره که با رطوبت و آب تماس پیدا کنه از پی وی سی استفاده بشه. همونطور که تو مبحث کابینت ها بهتون گفتم در کمد های دیواری هم تمام اون موارد صدق میکنه، یعنی جنس بدنه یونیت ها میتونه سفید باشه، میتونه رنگی باشه، کف کشوها میتونه MDF 16 میل باشه، پشت کمد ها میتونه MDF 16 میل یا 3 میل باشه، یراقالات ما میتونه کیفیت بالایی داشته باشه، درام این میتونه به صورت لولایی باشه، میتونه ریلی باشه، حتی در بعضی مواقع دیده شده که خواستن در لولایی به ریلی عوض کنن. معمولا در ریلی در مواردی استفاده میشه که ما فضای کافی برای باز شدن در لولایی نداریم که این مورد میتونه خیلی به ما در فضاهای کمجا کمک کنه. در مبحث کمد ها مثل همون کابینت ها جنس نمای کمد ها هم میتونه مانند کابینت ها انواع مختلفی داشته باشه. این درا میتونه از جنس ورق های رنگی باشه که ارزون ترین حالت ممکنه تا ورق های های گلاس، نمیدونم ورق های ممبران که این درها رو درهای ممبران هستش، یا ورق های پولیشی که رنگ پولیورتان خورده رو همین
سبک کار با همین ابزارها یا حتی درهای چوبی. در مورد درهای ریلی هم بهتون بگم که تفاوتش با درهای لولایی در یراق‌آلاتشه. کیفیت اون ریل آلومینیومی که آیا آلومینیوم بازیافتی باشه یا نباشه، گرید آلیاژ آلومینیوم، ضخامتش، مقاومتش به ضربه، فشار و حتی مقاومت غلتک‌های در نسبت به وزنی که اون در داره، آیا غلتک‌های 40 کیلویی باشه، 60 کیلویی باشه یا 80 کیلویی باشه، همه این موارد در قیمت تاثیرگذاره و حتی کیفیت. ممکنه بعضی وقتا پیش اومده باشه شما بخواید یراق‌آلات در ریلی خودتون رو عوض کنید و قیمت‌های مختلفی به شما پیشنهاد شده باشه. این اختلاف قیمت بابت کیفیت ریل آلومینیومی و غلتک‌های درها هستش.